اسمی که من براش انتخاب کردم پیروز هستش. دوربینو میبرم از نزدیک با پیروز بیشتر آشنا بشیم، با امید اینکه پیروز برای ایرانمون باقی بمونه و سمبولی باشه برای حفاظت از یوز پلنگ آسیاییمون در طبیعت. امیدی که البته کشته شد. این ایرانه. ایران 3 تا بچه به دنیا آورد که از این 3 تا بچه یکی پیروز شد. امروز 26 خرداد ماهه و طول یوز پلنگمون 47 روزه شده. پیروز بابا. سلام بابا. ایجا بهتون بگم که جفته بون خوبی بابا پیروزم خوابه پیروز سلام علیکم پیروز سلام کنی دوستان از نظر حال عمومیش تغییر آنچنانی نکرده. نمیدونم پیامی من واقعا خودم ندارم. امید دارم همچنان دیروز با تمام تجربه هایی که در زندگیم داشتم با اون احساس و حسش متفاوت. چرا؟ من کورس زندگی کردم. علیرضا شهرداری با سابقه 15 سال دامپزشکی در طبیعت یه روز فیلمی از 3 تا توله یوز ایران دید و متوجه شد که روش شیر دادن به این توله ها اشتباهه و ممکنه باعث مرگشون بشه. قبل از اینکه به اونجا برسه یکی از توله ها تلف شد و وقتی که اونجا رو ترک کرد قبل از اینکه به مقصد برسه توله دوم هم تلف شد و برای همین ازش خواستم مسئولیت بزرگ کردن توله سوم رو به عهده بگیره قبل از اینکه اونم کشته بشه. و اینطوری شد که علیرضا از اون روز شبانه روز کنار پیروز بود تا با وجود تمام مشکلات و شرایط سختی که برای نگهداری پیروز وجود داشت بتونه ازش مراقبت کنه. یه نگاهی به آخرین مسابقه علیرضا شب قبل از تلف شدن پیروز بندازیم. از مردم بخوام چیکار کنم؟ کاری از دست مردم برنمیاد که من از مردم کاری بخوام بکنم. مردم که کار خودشون میکنن، اونایی که میخوام قضاوتی درست بکنم میکنم، اونایی که میخوام غلط بکنم کار خودشون میکنن. کمکی از مردم برنمیاد. حد توان دامپزشکمون داره براش اجرا میشه. حد توان دامپزشکمون داره براش اجرا میشه. امیدوارم که نتیجه بده. نکته که تو این مسابقه علیرضا به چشم من اومد اینه که علیرضا از مردم برای نجات پیروز دعا کردن نخواست. علیرضا به عنوان یه چهره متخصص و علمی میدونه که حل شدن مشکلات با دعا انجام نمیشه. علیرضا شرایط بعد پیروز از بدو تولدش تا الان و زمان درمانش رو خیلی خلاصه اینجا توضیح میده. اولین تجربه نگهداری یوز بود براتون؟ اولین تجربه نگهداری یوز یک روزه فکر میکنم در ایران که اصلا هیچی فکر میکنم در بسیاری از دنیا بود. یک روزه طول یوز سزارین شده، یه شیر مادر نخورده، یه آنتیبادی نخورده، یه شیر بد خورده، یه هزار تا بدبختی دیگه. نهایت توان دامپزشکیمون برای نجات پیروز همین بوده. پیروز به خاطر مشکل نارسایی کلیه تلف شد. اما آیا میشد پیروز رو نجات داد یا اونطوری که معاون سازمان حفاظت از محیط زیست تو آبان ماه گفت بیش از این نمیشد وقت و بودجه سازمان حفاظت از محیط زیست رو برای این پیروز هزینه کرد. صفحه فلات ایران تو توییتر یک روز قبل نوشته میلیاردها میلیارد ثروت این کهن سرزمین را به تاراج بردن اما برای محیط زیست پشیزی هم ارزش قائل نیستند. یکی از کاربرای توییتر که علاقه زیادی به گربه ها و حفاظت ازشون داره میگه که گربه 14 ساله رو دقیقاً به خاطر همین مشکل پیروز با وجود پیر بودن و مشکلات مفاصلش برای تخلیه روده با 700 یورو تو فرانسه درمان کرده، جایی که امکانات لازم برای درمان همچین بیماریایی وجود داره. چیزی که مرگ پیروز رو برای خیلی از مردم ایران غم انگیز میکنه اینه که پیروز برای خیلی‌ها یه نماد بود، نماد امید، نماد پیروز شدن، نماد محیط زیست ایران، نماد یوز پلنگ ایرانی که اسمش روی پیراهن تیم ملی بود ولی خودش با بی‌توجهی داره منقرض میشه. یعنی یه سر به واکنش مردم توی توییتر به این اتفاق بندازیم. گلشن نوشته که معصوم و غریب و بیمادر آمد. در روزهای سخت برای زندگی جنگید. معصومانه‌تر و غریبانه‌تر رفت. در تمام روزهای عمر کوتاهش امید بخش بود. با هر تصویر او یک ایران شاد می شد. پیروز تنها مصرع ترانه دردناک شروین حاجی پور بود که احتمالی بود. ولی قطعی شد. قطعی. فکر کنم از لحظه شنیدن این خبر تو مغز هممون تیکه آهنگ شروین داره پلی میشه واقعا. یه کاربر دیگه نوشته فقط بچه یوز نبود، امید بود، انگیزه بود، ذوق بود. دیر یا زود ولی یه روز هممون پیروز میشیم. جمله آخرش خیلی ایهام جالبی داشت، اینکه پیروز میشیم یعنی برنده میشیم یا مثل پیروز تلف میشیم.
کاوه مدنی فعال محیط زیست سرشناس ایرانی نوشته فراموش نمی‌کنیم که در دورانی سرشار از ظلم و غم و اندوه، عشق و شادی و لبخند را برای یک ملت به ارمغان آوردید. امیدوارم یه روزی برسه امثال کاوه مدنی بتونن تو ایران به نجات محیط زیستش کمک کنن. صفحه فلات ایران نوشته شوربختانه پیروز مشتیس نمونه خروار خروار بی تدبیری و مصیبتی که بر سر محیط زیست این کشور می رود. ممنون از علیرضا شهرداری عزیز که از بعد تولد عاشقان کنارش بود. واقعا چه حالی داره الان علیرضا. پیروز در یکی از تاریکترین سالهای ایران نماد امید جمعی ما بود. بدرود پسر ایران. در مورد تاریکترین، واقعا تاریکترین سالی که خودم به چشم دیدم. کسانی که موتور پهباد وارد میکنند گفتند نمیتوانیم شیر مناسب برای پیروز وارد کنیم و دستگاه دیالیز نداریم، چون این جماعت کفدار صفت سالهاست هر چیزی باعث تهییج روح ملی و امید و شور و شوق مردم شود برایشان به پایین ترین درجه از اهمیت میرسد و حتی در مقابلش میایستند. واقعا اینکه توانایی واردات شیر و دستگاه نداشتیم و فکر نکنم هیچکی قبول کنه. همین کاربر یه توییت دیگه زده نوشته هر جا هر چیزی بیشتر از سلام فرمانده محبوب و نماد امید شد برایش پول نداشتن و جلویش ایستادن. خدا حافظ فرزند ایران. هادی مهرانی نوشته بچه ها این گربه آرزوهای ما بود که جان باخت. بالاخره پیروز در ساعت 6 صبح در اثر نارسایی کلیه در 10 ماهگی تلف شد. قبلا گفته بودن زیاد نمیتونیم براش هزینه کنیم و مراقبت کنیم. شما که از یه بچه پلنگ نمیتونید مراقبت کنید، از یه کشور چطور میخواید مراقبت کنید؟ واقعا شما از چی تو ایران مراقبت کردین که این دومیش باشه؟ بهروز عزیزی نوشته تمام شد. لعنت خدا بر سازمان محیط زیست و مسئولان بی‌کفایتی که فرزند ایران را کشتند. یعنی نفهمیدید پیروز برای این مردم بهانه بود برای امید به زندگی بهتر؟ تلخ‌تر این که گویی از تمام امیدهای جهان همین یک پیروز برای یک ملت باقی مانده بود. شهریار شمس فعال دانشجویی پیروز امروز نمرد. پیروز و بقیه یوزهای ایرانی رو وقتی کشتن که متخصصها و دلسوزهایی مثل هومن جوکار رو زندانی کردن. دقیقا تمام مشکل ایران اینه که تمام متخصصهای واقعیش یا زندانن یا فرار کردن یا خونه نشینن. مهدی شجاری یوتیوبر معروف توییت زده شروین آهنگ برایه رو خوند و این بیناموسا کردنش چک پوینت. برای دانش آموز، برای پیروز، برای پگا نوشته تو هم رفتی مثل آرزوهای ما، مثل جوانی ما، مثل زندگی هزاران انسان آزادی خواه، مثل مادرت ایران که پرپر شدند. بدرود سمبل عشق و لبخند و امید، مادرت ایران. هانیه نوشته که پیروز هنوز هم نماد امیده، چون ثابت کرد که شما تو هر کاری بازنده ای. پیروز هم مثل ما، مثل امید و آینده و طبیعت آبادانی، قربانی سلطه پخمگان و چاکر سالاری و بیکفایتی سازمان یافته است. یاد اون شب‌های سردی که علیرضا شهرداری از زیر برف و بارون کنار پیروز می‌خوابید تا این بچه آرامش داشته باشه. این راست میگه، من ویدیوهاشو خودم اون موقع همیشه می‌دیدم. یعنی فکر کنم خیلی از مردم عادی لحظه لحظه زندگی پیروز رو تو این 10 ماه دنبال کرده باشه. الف نوشته که پیروز مرد نه پیروزی. امیدوارم واقعا. و مهتاب نوشته پیروز نماد محیط زیست مظلوم ایران بود. زیبا با شکوه منشأ یک انرژی ارزشمند و امید به اینکه هر چه را هم از ما بگیرند طبیعت ایران را نمیتوانند از ما غارت کنند، ولی کردند. ما موندیم و این زمین سوخته. پیروز جانم تو نماد شدی. مادرت ایران خانم برای ما امید دیگری در راه دارد. بله، ایران مادر پیروز دوباره باردار شده. این یعنی هنوز امید هست، هنوز تولد هست و هنوز میشه همه چی رو نجات داد به امید پیروز شدن مردم ایران و محیط زیستش.